عیسی مسیح ما، راه دیدار خدا. عیسی مسیح ما گناهانم بخشیده، عیسی مسیح ما قدرت من شکسته، عیسی مسیح ما با مسیح پیدایش فصل سایه 15، خود را از اسارت شیطان آزاد ساز. آنگاه به ایشان گفت: شبات برای انسان مقرر شده، نه انسان برای شبات. بنابراین پسر انسان حتی صاحب شبات است. ای باقی ماندگان خدا که شما را خیلی دوست دارم، آیا می دونید صاحب کلیسا چه کسی است؟ درسته، عیسی مسیح پیدایش فصل سایه 15 که سر شیطان را زد صاحب کلیسا است. پس صاحب عبادت کیه؟ امروز طبق مرقس فصل 2 آیه 27 تا 28، مسیح در هر عبادت به ما برکت داده، ما را مقدس می سازد. امروز ما از طریق مسیح پیدایش فصل سایه 15 که تمامی مشکلات ما را حل کرد، با عبادت روح خود را شفا داده، در سلامتی کامل برکت را دریافت می‌کنیم. به خاطر همین هر کسی در عبادت موفق شود، در زندگی موفق می‌شود. خدای خالق به مدت 6 روز طبق برنامه کامل خدا تمامی جهان و موجودات آن را آفرید و روز 7 را از روزهای دیگر جدا کرد تا در آن روز به انسان برکت داده او را مقدس سازد، که به آن استراحت یا شبات میگویند. به خاطر همین ما در روز یکشنبه که متعلق به مسیح است، از آدمهای این دنیا جدا شده در عبادت لذت میبریم تا بتوانیم در روزهای دیگر از برکت باغ عدن لذت برده در خوشبختی و شادی زندگی کنیم. خداوند در روز 7 به انسان که به شباهت و شکل خدا آفریده شده، یعنی آدم، فرمود: هرگز از درخت شناخت نیک و بد نخور، روزی که از آن بخوری حتما خواهی مرد. به خاطر همین خداوند برای کمک به آدم، حوا را به شکل و صورت خدا آفرید تا همراه او باشد، و خداوند حوا را به حضور آدم آورد. آدم با دیدن او بسیار خوشحال گشته گفت: هوا، استخوانی از استخوانهای من و گوشتی از گوشت وجود من است. به این گونه آدم و حوا در باغ عدن زیبا که پر از آرامش است با خداوند بسیار خوشبخت زندگی کردند. اما روزی آدم یک چیز بسیار مهم را از دست داد. آدم حرف خداوند راجب درخت شناخت خوب و بد را فراموش کرده، راجب آن با حوا صحبت نکرد. به حوا نگفت که حوا، شیطانی هست که به ما دروغ میگه تا از درخت شناخت نیک و بد بخوریم. در نهایت برای حمله به خانواده آدم و حوا، شیطان یا همان ابلیس که مانند شیر قران زمین را می‌گردد تا انسان را نابود کند، در پیدایش فصل 3 به درون مار رفت و با دروغ حوا را فریب داد تا فرمان خداوند را نگه ندارد، و حوا از درخت شناخت خوب و بد خورد و به همسر خود نیز داد و او از آن خورد. در نهایت خانواده آدم و حوا به خاطر اینکه با هم راجع به اینکه شیطان هست، ابلیس هست، صحبت نکردند، یعنی از فرمان و کلام خداوند اطاعت نکردند، خانوادهشان نابود شد، اسیر شد و برده شیطان گردید و شادی، خوشبختی و لذت را از دست داد. اما خداوند که ما انسانها را به شکل خدا آفرید، عاشق ماست و همیشه دوست دارد با ما باشد. به خاطر همین برای حل مشکل اساسی ما قول داد که پیدایش فصل سایه 15، عیسی مسیح از نسل زن را برای ما خواهد فرستاد.
خداوند طبق عهد خود در رحم زن به واسطه روح القدس قرار گرفته بر روی این زمین آمد و جسم پوشید و با مرگ بر روی صلیب سر شیطان را کاملا له کرده تمامی مشکلات ما را حل کرد. بنابراین دوباره زنده شد و اکنون با روح القدس همیشه با ماست. درست همان انجام دهنده عهد، پیدایش و سسای 15 عیسی مسیح از نسل زن است. به خاطر همین اگر عبادت و یا انجیل را نادیده بگیریم، راهی جز زندگی کردن در اسارت پدر دروغ‌ها یعنی یوحنا 8:44 شیطان نداریم. اگر در بردگی شیطان زندگی کنیم، راه فرار از مصیبت و لعنت را نداریم. به خاطر همین برای نجات از اسارت شیطان و درآمدن از کارهای شیطان در کلیسای خداوند، در هر عبادت یک شنبه بودن مسیح در خودمان را حس کرده با دعا کلام خدا را در روح خود حک کنیم تا با رفتار و ظاهری درست ما باقی ماندگان از خداوند برکت دریافت کنیم. اگر این گونه شود در هر عبادت چه چیزی باعث خوشحالی ما خواهد شد؟ درست است، با دور کردن روح‌های شریر کثیف از وجودمان، از اسارت شیطان آزاد شده قدرت مسیح را استفاده می کنیم. ای خدای زنده، برای از بین بردن کارهای شیطان به من عیسی مسیح را دادی. امروز نیز در این روز مقدس سر شیطان را که در افکار من مانع از دریافت برکت از کلام تو می شود، یعنی تمام روحهای اسارت و لعنت را به نام عیسی مسیح می زنم و فرمان می دهم از من دور شوید. این گونه کاری که خداوند دوست دارد، یعنی جنگ روحانی را بیوقفه انجام داده با تغییر برکت تولدی تازه را دریافت می‌کنیم. پس باید نام عیسی مسیح را که تمامی مشکلات را از بین برده است تکرار کنیم. عیسی مسیح است. من فرزند خداوند هستم. تمامی مشکلات حل شده. ای شیطان از من دور شو. روح القدس مرا پر کن. بشارت جهانی. تا آخر این دنیا من شاهد خداوند هستم. باید عیسی مسیح را که سر شیطان را له کرد و تمامی لعنت ها و مصیبت ها را حل نمود، یعنی تنها راه ملاقات با خدا را درست و واضح یاد بگیریم. پس برکتتون میدم که با خودتون، جهان و شیطان جنگ روحانی کرده قهرمانان پیروز باشید. ای خدای زنده، من را که به خاطر گناه اصلی پیدایش وسوسه از خدا دور شدم و مجبور بودم بدون شادی و خوشبختی زندگی کنم، با پذیرش و ایمان به پیدایش وسوسه آیه 15 عیسی مسیح نجات دادی، تا برکت تولد تازه را دریافت کنم از تو بسیار سپاسگزارم. همکنون با پیدایش وسوسه 15 سر فرد نیرومند شیطان را که همه چیز را به اسارت گرفته است میزنم، تا از اسارت شیطان آزاد شده از برکت عبادت لذت برده رویای خدمت دیاسپورا به 237 کشور جهان را دیده شاگرد روحانی تو شوم. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.